سلام، شنبه 28 اسفند 89 19 مارچ 2011 میلادی در مورد 10 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه آقای محمد تقی کروبی خبر داده که موفق شده با آقای کروبی و خانم کروبی ملاقات کنه. ظاهرا این دو نفر رو آوردن به آپارتمان مسکونی خودشون، اونجا رو میله های آهنی زدن، ورقای آهنی زدن و به شکل یک زندان در آوردن و آقای محمد تقی کروبی اونجا با آقای کروبی و خانمش پدر مادر خودش ملاقات کرد. به هر صورت این حرکت های حکومت شبیه همین کار رو برای من موسوی و خانم رهنوردم کرد و اونها رو آورد به خونه ای در مجاورت منزل خودشون تا دختراشون بازدید بتونن ببینن پدر مادرشون رو، کاملا نشون میده که حکومت در واقع بازی که داره این است که ضمن عقب نشینی که کرده اما میخواد یک جور مبهمسازی، اطلاع رسانی پر از تناقض، پر از خبرهای متعدد و مختلف بده که نشون نده که عقب نشسته. به هر صورت همین مقدار هم که ناچار شده که این ملاقات رو ترتیب بده، اون هم بیاره در منزل که نگه که مثلا در کدام زندان، در کجا یا در چه خونه امنی هست، نشون میده که چقدر هم از مردم میترسه و چقدر هم وحشت داره. همینطور خانم بهاره هدایت بالاخره بعد از 3 ماه موفق شده که همسرش در مدت 15 دقیقه در زندان این فعال جنبش دانشجویی کشور رو، این شیرزن جنبش دانشجویی و آزادی خواهی مملکت ما رو ملاقات بکنه. آقای عبدالعلی مددزاده پدر شبنم مددزاده هم در مصاحبه اعلام کرده که وضعیت اسفباری برای زنان زندانی در زندان رجایی شهر هستش. شبنم مددزاده که رئیس شورای تهران دفتر تحکیم وحدت دانشجویی بود، از سال اسفند 87 بازداشت بوده، یعنی نزدیک به 2 ساله که زندانه، او به 5 سال زندان محکوم شده. روز پنجشنبه شب جمعه آخر سال، در حالی که پاره ای از خانواده های قربانیان کشتار سال 67 به گورستان خاوران میخواستن برن که پارکش کردن و نمیخوان بگذارن که آثاری از شهدا و کشته شدگان قربانیان کشتارهای دهه 67 باقی بمونه، حکومت با لشکرکشی فراوان مانع رفتن اون شده و تنها تعداد بسیار اندکی رو اجازه داده که بر سر مزار عزیزان خودشون بره. در بهشت زهرا هم حکومت از ترسش همین کار رو کرد و لشکرکشی بزرگی کرده بود. نکته آخری در این خصوص این که 4 سال حبس هم برای کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و فعال آزادی خواه کرد، قطعی شده. او در دادگاه بعدی به 5 سال زندان محکوم شده بود که حکم قطعی به 4 سال تغییر کرد. نکته دوم این که فضلی نژاد، آقای فضلی نژاد و آقای حسین قدیانی، 2 تا از وبلاگ نویس هایی که با کیهان هم همکاری میکنند و جزو سرکوبگرها هستند، بعد از اینکه بچه ها آدرس و تلفن و نشونیشون رو اعلام کردن، بسیار وحشت زده شدن. کار خیلی خوبی که هرگاه ما این کار رو کردیم، تونستیم که اسم و آدرس و مشخصات این سرکوبگرا رو منتشر بکنیم در سایت های مختلف و بچه ها تماس گرفتن، تلفن زدن، در منزلشون اطلاعیه چسبوندن و یا شناسایی شدن، فوق العاده وحشت کردن. در چند تظاهرات اخیر دیده شد که به دلیل همین وحشت اکثرا ماسک میزنن که شناخته نشن. این کار از اون کارهای خیلی خوبی است که کاملا هزینه مشارکت در سرکوب رو برای مزدورا بالا میبره. نکته سوم اینکه فیسبوک دیدار سبز که اختصاص پیدا کرده به اینکه آدرس و مشخصات خانواده های زندانیان سیاسی و دیدارهای سیاسی انجام بشه، بسیار
فکر خوبی است، کار خوبی است که الان که به خصوص امسال به زندانیان سیاسی عزیز ما چشم و چراغ ملت اجازه مرخصی ندادن در ایام نوروزی، می شود با استفاده از این فیسبوک به خانواده های زندانیا کارت فرستاد، اونهایی که امکان دارن ملاقات بکنن و در واقع اجازه نداد که احساس تنهایی و بی کسی بکنن وقتی که عزیزانشون اجازه نمیدن که به مرخصی بیان. نکته چهارم اینکه سایت های طرفدار آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی از قبیل محرمان نیوز نام 6 نفر روحانی رو ذکر کردند که اینها مخالف با ظهور امام زمان هستند. این 6 تا روحانی که در واقع به هر کدومشون در مقطعی با آقای رحیم مشایی مخالفت کردند و از این زاویه به دولت احمدی نژاد حمله کردند، عبارتند از آقای مکارم شیرازی، شیخ محمد یزدی، مصباح یزدی، احمد خاتمی، علم الهدا و آقای احمد جنتی. در واقع حمله به این آدم‌هایی که اینجور سینه چاک کردن برای دولت احمدی نژاد و از ستون‌های اصلی پشتیبانی از کودتا بودن، عمق اختلاف رو کاملا نشون میده. اون هم یک حرف به این بزرگی که در واقع پای امام زمان رو هم در این دعوا باز کردن. نکته پنجم اینکه این طرح باغستان ها که آقای خامنه ای با اون مخالفت کرده بود، کماکان از طرف دولت داره دنبال میشه. شورای عالی شهرسازی برای یزد هم واگذاری یک سری زمان و زمین رو برای احداث این باغستان ها مصوب کرده که البته قاعدتا انتهاش زمین خاری های بزرگ اتفاق خواهد افتاد. نکته ششم اینکه یک هفته به این جشن نوروز آقای احمدی نژاد مشایی مونده، هنوز معلوم نیست که چه کسایی قرار بیان به ایران و چه کسایی نمیان. استاندار فارس گفته جشن جهانی نوروز رو ما به هر شکل برگزار میکنیم، در حالی که از اون طرف به دستور آقای خامنه‌ای گرد همایی در تخت جمشید حداقل ممنوع شده و چون از حرکت مردم هم میترسن، برای اینکه وقتی این رهبرها رو با خبرنگارها بیارن یک الله اکبر که بچه‌ها بگن یک شب یا یک تظاهرات پراکنده‌ای بگذارن، همه ابهت اینها میریزه و همه ژستی که گرفتن به باد میره. ظاهرا کشمکش در داخل حکومت کماکان بر سر این ماجرا چند روز به شروعش مونده ادامه داره. نکته هفتم اینکه یک کشتی دیگه ایرانی هم در به مقصد ایران می اومده، بار از چین می آورده، در مالزی توقیف شده و محموله های او در حال بازرسی است که خلاف تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نباشه. نکته هشتم اینکه حاکم بحرین میدان مروارید رو دستور داد خراب بکنه، در واقع فکر کرد اینطوری صورت مسئله رو پاک میکنه و به قول یکی از مخالفین در بحرین گفته بود کاری از این احمقانه تر نیست، چون حاکم فکر میکنه مشکل مخالفین مثلا فقط یک میدونه. و آقای لاریجانی هم در یک مصاحبه گفته بود که مردم بحرین دموکراسی میخوان، اما راجع به ایرانشون گفته بود نه، در ایران دموکراسی هست، مردم یک عده فقط میخوان شیطنت بکنه. به هر حال در مورد بحرین که این روزها دستگاه‌های تبلیغاتی و حکومت ایران سینه چاک می‌کنند و صبح تا شب روزه می‌خونند، در واقع برای این است که هم انحراف افکار عمومی ایجاد کنند و هم این که در واقع خودشون رو در این ماجرا بزرگتر از اون که هستن جلوه بدن و بهانه‌ای پیدا کردن که روی اون تمرکز بدن، ضمن اینکه این دعواهای درونی حکومت مثل همین جشن نوروز رو هم با اون پوشش بدن. نکته نهم اینکه سوریه گفته در مورد تظاهراتی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده و حداقل 3 کشته بر جا گذاشته، گفته عده‌ای نفوذی از خارج اومدن این کار رو کردن. درست ادبیات جمهوری اسلامی رو به کار میبره. در یمن هم آقای علی عبدالله صالح دستش به خونه حداقل 40 نفر روز گذشته آلوده شد و با تکتیراندازهایی که لباس شخصی هم دارن شبیه کارهای جمهوری اسلامی
مردم رو هدف گرفتن و حداقل 40 کشته و ده ها زخمی در یمن باقی مونده، اما مبارزه مردم ادامه داره. و نکته آخر در مورد لیبی است که پس از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، امریکا، انگلیس، فرانسه و اتحادیه عرب اعلام کردن مشترکاً منطقه ممنوع پروازی رو برقرار خواهند کرد و قذافی که میگفت همه دریای مدیترانه رو ناامن خواهد کرد، بلافاصله عقب نشینی کرده، اعلام آتش بس کرده، ولی به نظر میرسه مخالفین دعوت خواهند کرد. حالا که امنیت هستش احتمالاً همه به سمت پایتخت طرابلس حرکت بکنن و راهپیمایی بزرگ بگذارن. به نظر میرسه دیکتاتور لیبی داره به پایان سلام میکنه، به زودی دیکتاتور ایران همین کار رو خواهد کرد. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، با امید پیروزی ایران و ایرانی.